بسیار خوب عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم از دیدارتون، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. همونطور که آگاه هستید، قرار هست که بنده صحبتی داشته باشم تحت عنوان اگر جوان بودم، If I were young. برخی از شما شاید با این نیت اینجا تشریف آوردید که من درباره وقتی جوان بودم صحبت بکنم، When I was young. از این خبرها نیست، چون باعث شرمندگی، آبروریزی و خیلی گرفتاری هاست، بنابراین ازش بگذارید، من در اون باره صحبتی ندارم. نکته دوم این است که با اجازتون من خیلی کوشش نمی کنم که مطالب و توضیح زیادی بدم و یا مخصوصا توجیه کنم، نه اونقدر اکسپلینیشن، نه اونقدر جستیفیکیشن، به دلیل اینکه متاسفانه فرصت زیادی نیست و بنابراین آنچه که خدمتون عرض میکنم همین گونه به عنوان باور و عقیده و نظر من بشنوید و اگر احتمالاً دوست دارید و درست میدونید حتما درباره شک کنید، ولی اگر احتمالاً باش مخالفید و نظر متفاوتی دارید لطفاً و حتماً اون نظر رو نگه دارید، چون به احتمال زیاد عقیده و نظر شما دقیق‌تر و درسته. به همین جد است که کوششی در جهت این نداشته باشید که بنده آنچوری که خدمتون عرض میکنم اثباتش کنم، برای که برخی از اوقات بیان این مطالب بسیار مفصل و طولانی خواهد بود. به این نکته ناچار اشاره میکنم، چون میخوام با شما راحت و آسوده باشم، که احتمالاً بیشتر اون مطالبی که خدمتون عرض میکنم فکر میکنم حداقل در جنبه ها و جلوه های از اون تو زندگیم خودم رعایت کردم، بنابراین همه اونها به عنوان چیزی نیست که نشانه این باشه که یا آدمی به یه سن و سالی رسیده و همیشه و یا تا حدودی پشیمان است از گذشته و حسرت ایام گذشته رو میخوره یا فکر میکنه که احتمالاً به گونه دیگری زندگی میکرد. در بسیاری از موارد آنگونه که زندگی کردم همچنان زندگی خواهم کرد، ولی دلم میخواد در این حالم توجهتون رو به یه نکته مهم جلب کنم که متأسفانه در فرهنگ و جامعه ما آنچنان محکم جا افتاده و به عنوان یه اصل و واقعیت پذیرفته شده که بسیاری از اوقات میتونه خطر و گرفتاری به وجود بیاره، و اون این هست که شما به این باور باشید که هر کسی که یه حرفی میزنه یا عقیده و نظری داره باید خودش عمل کنه. یعنی میدونی در فرهنگ ما این است که عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره، انسان وقتی که حرفی میزنه باید خودش عمل کنه، اگر حرفی میزنی و عمل نمی کنی تو چنین و چنان هستی. این نظریه درست بوده به دلیل اینکه در طول تاریخ مردم نمی‌دانستند و مردم راهی برای اثبات و رد موضوعها و مطالب نداشتند. ما نمی‌دونستیم که کسی که حرفی به ما می‌زنه حرفش درسته یا غلطه، حرفش خوبه یا بده، و بنابراین چون هیچ خبری نداشتیم، درست مثل کسی که به ما گفت اگر این دارو رو مصرف کنی حتما نجات پیدا می‌کنی، اگر نه مثلا می‌میری، خب حرف ما این بود که لطفاً خودت بخور ببینیم آیا درسته یا نه. و به همین جهت که حتی می‌دونید برخی از پادشاهان یه پیشمردانی داشتن که وقتی براشون غذا می‌آوردن می‌گفتن اول اونا بخورن، اگر نمی‌مردن به خاطرشون آسوده می‌شد که درش زهر و سمی نیست، اون وقت بود که می‌خوردن. حتی شما می‌دونید علتی که ما به هم دست می‌دیم، در گذشته مردم وقتی به هم می‌رسیدن برای که نشون بدن خنجری چیزی در دستشون نیست که دیگری رو بخوشن، دستا رو به هم می‌مالیدن تا خاطرشون آسوده بشه طرف اصلاحی نداره، یا وقتی به هم می‌رسیدن چون نگران این بودن که اگر غذایی رو که او داره بهشون تعارف می‌کنه بخورن سم و زهری درش باشه، غذا رو توی هم می‌ریختن. این همون چیزیه که من و شما امروز مثلا ظرف مشروبمون رو به هم می‌زنیم و می‌گیم به سلامتی. این از اون بدبینی گذشته میاد که ما چون در گذشته غذا رو مخلوط می‌کردیم که کسی کس دیگر رو نکشه، حالا هم در این اون رو به هم میزنیم در حالی که فکر می‌کنیم مثلا این نشانه دوستی و صمیمیت، در حالی که واقعا نشانه وحشت ما از دشمنی دیگرانه. علت اینه که خدمتتون عرض می‌کنم، می‌خوام بهتون بگم که ما در کجا زندگی می‌کردیم، یعنی در طول تاریخ چه شرایط و وضعیتی داشتیم، و بنابراین کسی که حرفی میزد باید عملم میکرد. این موضوع هنوز درسته وقتی که شما میرسید به بچه ها، برای که بچه ها پدر و مادر برایشون الگوان و مدل، و بنابراین پدر و مادر به جای اینکه حرف بزنن در بیشتر موارد مهم این است که رفتارشون چه بوده و چگونه عمل میکنن. اما وقتی میرسید به آدم های بزرگسال چنین نیست. شما اگر رفتید پلوی دکتر قلبتون و به شما گفت که تو مشروب نمیخوری، سیگارم نمیکشی، چربی هم نمیخوری، ورزش هم میکنی، شبم به موقع میخوابی، عصبانی هم نمیشی،
و اینا میمیری برای که وضع تو اینقدر بده که اگر اینا رعایت نکنی تو خواهی مرد. برای که میخواید مواظب زندگی خودتون باشید، ولی از قضای روزگار یک ماه بعدش به مهمونی میرید و میگید همون آقای متخصص قلب شما پشت میز قمار نشسته، بسیار هم عصبانی، سیگارش هم دستشه، سیگار برگم و ظرف ویسکیش هم داره، داره چیپس هم میخوره، دور بعد از نصف شب هم هست و حال خوبی هم نداره. شما چیکار کنید؟ آیا بلافاصله شما این نتیجه رو میگیرید که بسیار خوب، چون این حرفایی که به من زد خودش عمل نمیکنه پس منم عمل نمیکنم، یا چون این حرفایی که به من زد خودش عمل نمیکنه پس این حرفا غلط است و دروغه؟ شما اگر احتمالاً اون توصیه‌ای که به شما کرده رو رعایت نکنید خواهید مرد. بنابراین چه اهمیتی داره که جراح شما، دکتر قلب شما توصیه‌ای که به شما میکنه خودش عمل میکنه یا نمیکنه؟ هیچ اهمیتی نداره، ارتباط نداره. بنابراین این بازی اینه که اگر یه کسی حرفی میزنه باید خودش عمل کنه رو بگذارید کنار. اگر یه حرفی کسی میزنه درسته بپذیرید، غلطه نپذیرید. درسته و عمل میکنه، درسته و عمل نمیکنه هیچ تفاوتی نمیکنه. و بنابراین تو زندگی تو ملاک تو این است که توجه و تمرکز خودتون روی موضوع بگذارید که موضوع اگر درسته، خوبه، دوست دارید و پیش میکنید که مناسب انجامش بدید. اگر تصور شما این است که موضوع غلط است و بد است، چه اهمیت داره که اون کارو میکنه یا نه؟ حالا اگر یک کسی آمد به شما حرفی زد غلط و بد و خطرناک و خودش انجام داد، شما چه میکنید؟ میگید چون خودش گفت و اون کارو کرد با وجودی که بد است و غلط و خطرناک اون کارو انجام میدم. این ملاک دورانش به سر آمده. چرا؟ برای که ما در دنیایی هستیم که مردم با آگاهی و دانایی و توانایی های عقلی روبرو هستند که ملاکشون رفتار دیگران نیست. ملاکش جمله است، مطلبی است، موضوعی است که آیا درسته یا غلط، خوبه یا بده. پس من تو زندگیم با این کاری ندارم که اون آدمی که من یه حرفی میزنه اون کارو میکنه یا نمیکنه. مهمش اینه که حرفش درسته یا غلطه. همطورم که میدونید ما غالبا وقتی که بزرگ هستیم هی میگیم جوونی کجایی، جوونی که یادت بخیر. و درست داستان مولانا نصرالدینه که این حرفو میزد، همه جا میگفت جوونی کجایی، جوونی یادت بخیر. یه روز این حرفو زد برای که میخواست چیزی برداره، اما دور برش رو نگاه کردید هیچ کس نیست. برگشت به خودش گفت البته ما جوونیمون هم توفه‌ای نبودیم. بنابراین خیلی هم درباره جوونی آدمای بزرگسال جدی نگیریدشون که ما در جوونی چه میکردیم. غالبا درست مثل آلبومای عکس 5 تا عکس که دلشون خواسته گرفتن رو توش کردن به شما نشون میدن، ولی از اون همه پرونده‌های خرابشون حرفی نمیزنن. بریم ببینیم ماجرای جوونی چیه. اولا شما میدونید که در طول تاریخ چیزی به اسم جوونی وجود نداشت. یعنی مردم در گذشته فقط دو گونه بودن، یا کودک بودن یا بزرگسال. یعنی به مجردی که یک کودکی اولین علائم بلوغ جسمی و جنسی رو نشون میداده ازدواج میکردی و قبل از این که حتی متوجه بشه کودکی چه هست و چگونه باید زندگی کنه خودش بچه دار بود. بنابراین ما در گذشته مردم رو دو گونه داشتیم، یکی کودک یکی بزرگسال. جوانی پدیده تقریبا 200-300 سال است در برخی از جوامع، حتی برخی از جوامع 100 ساله. یعنی یه دوران انتظار، یه دوران آمادگی، یه دوران فرصت که کاملا متفاوت با کودکی و بزرگسالی. و در قالب اوقات جوان موجود است که بیش از همیشه میخواد و کمتر از همیشه داره، و اگر رابطه خوشحالی و خوشبختی رو ارتباط بین امکانات، آنچه که داریم، با تمنیات، آنچه که میخوایم بدونیم، یا امکانات رو تقسیم بر تمنیات بکنیم، دوره جوانی در حالی که دوره فرصت هاست دوره گرفتاری های فراوان هم هست. و به همین جهت هست که بیشتر اوقات مسائل و مشکلات رو ما یا در دوره جوانی نشون میدیم یا پیدا میکنیم یا به اوج خودش میرسه، در حالی که در کودکی و بزرگسالی وضعیت و حالت بهتری داشتیم یا خواهیم داشت. بنابراین پدیده جوانی پدیده تازه است و من ترجیح میدم کمطور که میدونیم تا 12 سالگی رو کودکی بدونیم که واقعا کودکی است. بین 12 تا 18 سالگی واقعا دوره نوجوانی است، یعنی ادلسنس. در حالی که بین 18 تا 39 در دنیای امروز جوانی است، یعنی میره 18 تا 24، 24 میره تا 30 و 30 میره تا 39. بنابراین قالب مطالعات وقتی بحث جوانی میکنن سه دوره جوانی رو دارن: 18 تا 24، 24 تا 30 و 30 تا 39. و بنابراین از 40 سالگی است که دوره جوانی به سر میاد و البته 13 سال بعدش
دوره بزرگسالی، 13 سال بعدیش هنوز دوره بزرگسالی و آمادگی و پختگی است، و وقتی به 78 به اون بر میرسیم صحبت از سال خوردگی است، چیزی که یه پدیده کاملا تازه هست. شما وقتی که نگاه میکنید به مسئله جوان، دو تا جوان رو میبینید، یکی پسر و یکی دختر، و اینجا با هم خیلی متفاوت، یعنی ماجرای کودکی پسر و دخترش با هم فرقی نداره. پسر و دختر 5 ساله و 7 ساله تفاوتی با هم ندارن، اما دختر و پسر 15 ساله یا 25 ساله با هم بسیار متفاوت. از نظر مطالعات علمی مردا معمولا یه جوره، فقط این جورشون جور با جوره، بعضی هم خیلی هم ناجورن، ولی یه جوره. یعنی مردا رو سر و ته مردا یک کرباسن که خانما میگن درسته، البته این از جانب خانمایی میاد که تجربه و تخصص بسیار دارن. خانم توی یکی از کلاسای من در روز چهارشنبه اصرار داشت که مادر من گفت همه مردا بدن، اصلا هیچ مرد خوبی پیدا نمیشه، دونه به دونه مردا خیانت کارن. هر چی بهش کوشش میکردم به این خانم توضیح بدم که قربونت، حالا خیلی خوب، بسیار خوب، قبول نکن، ولی نمیکرد. آخر کار گفتم آخه مادر شما با چند صد مرد خوابیده که این همه تجربه داره، که همه رو میدونه و میشناسه، آخه اینقدر از تجربیات تو نگی، باعث آبروریزی ها. یعنی من مردا همه اینجوری هستن، خب یعنی چی؟ یعنی مثلا شما 50 تاشون رو تجربه کردید به این چه رسیدید؟ خب یه ذره نام شما نام خوبی نخواهد بود. حالا مردا کرباسن یا سراته یه کرباسن، شما یه ذره گرفتاریتون بیشتر میشه. بنابراین آقایون یه جورن، مردا رو درست میگید. علتش هم این است که خداوند اجازه تنوع زیاد بهش نداده، گفته به همینه و دور یه مرکز و محوری میچرخن. اما مطالعات نشون میده که خانم‌ها 5 نوعن، و مهمش این است که شما به عنوان یه دختر بدونید کدامشید. اولش که نوعی است که خیلی تو جامعه پذیرفته شده است، مادر و مقدسه، یعنی mother and holy قدیس، یعنی یه زنی که شما میبینید یا حداقل بسیاری از اوقات به شما میگن، شما با دختری روبرو میشید یا با زنی روبرو میشید که خیلی حالت مادرانه داره، حالت پرستار داره، حالت پرورش دهنده داره، مواظب به مراقبه و خیلی هم پاک است و مقدس است و مواظب و مراقب، و اون حالت caring رو بیش از هر چیز دیگه، حتی شفقت رو به عنوان compassionate یعنی دلسوزی و مواظبت و مراقبت رو. نوع دوم نوعی است که مدیر و مدبره، یعنی اداره کننده است، یک کسی است که سازمان میتونه بده، اداره میتونه بکنه و اوضاع همیشه به نوعی در اختیار و کنترل داره، اون بالا ایستاده و همه چیز رو به نوعی زیر نظر داره و بنابراین با آگاهی، با دانایی، با تدبیرش عمل میکنه. نوع سومش معشوق و معشوقه هست و یه مقداری شیک و بلد و یه لغت فارسی است داره، بارش تند لوند و میدونه چی کار میکنه، بلده، یعنی نخندید چون معنی داره خندتون، یعنی این نوع سومی است که وجود داره و میدونید حرف اینه که بهتر این است که یه دختر ترکیب این ستا باشه، و بیشتر مردایی که به هر حال به یه مرحله‌ای رسیدند و به دنبال همسر و عشق می‌گردند ترکیب این سه رو می‌خوان، یعنی به همین جهت است که از یه طرف مادر می‌خوان، از یه طرف یه آدم اداره کننده در حقیقت مواظب مراقب مدیر و مدبری رو می‌خوان، و از طرف دیگه احتیاج به کسی دارن که حالا که ایام خوب و خوشه بتونه اون حالت شور و شوق و هیجان انسانی و ارتباطات احساسی و عاطفی جنسی رو داشته باشه. اما دو نوع بدن وجود داره که تو فرهنگ ما فراوون دیده میشه. نوع چهارمش که خانم لطفاً مواظب باشه، نوع ضعیف است که تو فرهنگ ما فراوونه، یعنی من هیچم و ناچیزم و کاری ازم در نمیاد و نمیفهمم و نمیدونم و سرم پایین و بله و چشم و واقعا این گونه، و در نتیجه معمولا این آدم ها دنبال یک کسی میگردن که ازشون مواظبت و مراقبت کن، یعنی حرفشون این است که من هستم بیای، میگن ما یه چیزی داریم، این چیزا حاضرین در اختیار بگذاریم، هر تو دلتون خواهد مصرف بفرمایید، ولی مواظب ما باش، ولی همین چه دیگه، همینیم دیگه، ضعیفه. یعنی واقعا این لغت خیلی لغت درستی، درست عکسش اون زخیمه و کلفته است.
یعنی درست در مقابلش یه گردن کلفتی که طرفدار زن نیست، چون اینا معمولا جز انجمن فرض کنید فمینیست ها در میان، طرفدار آزادی و برابری زنن، نه اینا ضد مردن، اینا دشمن مردن، اینا منتظر هستن یه مردی رو بگیرن مچاله کنن یا لقمش کنن یا یه فشارش بدن و حسابش رو برسن، و بنابراین به دو صورت هم خودشو نشون میده، یکی به صورت متمدنش که دنبال یه همسری میگردن که معمولا همسرشون به زودی میشه جز گروپ زیزی یعنی زنزلیل و بنابراین در اختیار و کنترلشونه، یا تبدیل میشن به یک کسی که دمار از روزگار این در میاره، پولا اینو میگیره میره سراغ اون، بعد پولا اینو میگیره میره سراغ اون، بعد زندگی رو به هم میزنه، زندگی اونو به هم میزنه، تخصصش هم اینه که بره سراغ کسانی که فکر میکنه زندگی خوبی دارن ولی زنه نمیدونه باید با این مرده چی کار کنه، بدنش دست من درستش میکنم، و اینا رو شما به عنوان شکارچی میبینید که موج میزنن و در به در دنبال یه مرد زخمی افتاده است، مثل شیری میمونه که حوصله شکار نداره اما دنبال یه آهوی زخمی میگرده، و بنابراین معمولا هم پیدا میکنن. خب این دو نوع آخر، این زخیمه و ضعیفه گرفتاری است، امیدوارم نباشید و حتما هم نیستید، ولی اون سه تا مورد مهمش این است که ترکیب داشته باشید. بنابراین یه مقداری جهت رو مشخص کنید، اگر نوع ضعیفه بیاد بیرون دورانش به سر اومد، اگر نوع زخیمه اید برید خودتون درست کنید، آسیبی که شما معمولا از پدر و یا برادر یا مرد تو زندگیتون خوردید و یا نارضایتی که از دختر بودنتون و یا پیام‌های بد و منفی که درباره بد بودن زن در محیط اجتماعی گرفتید شما رو به اینجا رسونده، و الا دلیلی نداشت که اینجا باشید، و این رو باید حتما حل کنید. اگر شما در ایران تشریف داشته باشید یا اونجا زندگی کنید یا تو امریکا، کاملا موضوع متفاوته، یعنی من و شما اگر من اگر جوان بودم یا شمایی که جوانید، مهم اینه که کجا زندگی میکنید، برای اینکه انسان یه درختی است که با توجه به آب و هوایی که درش رشد میکنه قرار خودش رو پیدا کنه یا مناسب اون آب و هوا باشه، اگر احتمالا شما یه ویژگی ها و مشخصات و انتظارات و هدف ها و برنامه ها و آرزوهایی دارید که با محیط ایران سازگارتره، خب بهتره برید ایران، و اگر کسی هستید که با شرایط و وضعیت امریکا سازگارتره، جای شما اینجاست، اما اینکه شما بخواید در امریکا ایران رو بیارید یا برید ایران امریکایی زندگی کنید، این شدنی نیست، این از اون ترکیبای عجیب و غریبی است که خیلی ها فکر میکنن از اختش برمیان ولی آخر کار متوجه میشن که بازندن. بنابراین یه انتخابی در جهت اینکه کجا میخواید باشید رو باید بکنید، و ضمناً هر جا که بودید ناچار باید اون نقش رو، اون رولی رو ایفا کنید و بازی کنید که مناسب اون مثل است، و این معناش بازی و حق بازی نیست. تو این ماجرای نقش و رول رو دارم میخواد توضیح بدم، من وقتی پشت فرمونم راننده ام، بنابراین اگر پلیس منو نگه داره، صحبت از این که من الان کنفرانس دارم نمیتونم بکنم، یا از این که پدرم یا مادرم نمیتونم بکنم، تکلیف مشخصه. شما اگر رفتید تو خونه در حالی که برای بچه هاتون پدری یا مادرید، اگر پدر و مادرتون اومدن دختر و پسر اونا هستید، و بنابراین نقش های مختلف و متفاوت رو ایفا میکنید، چون برخی از آدم ها یه تصور و توهمی دارن که آدم باید همه جا یه جور باشه، نه، من قرار نقش متناسب هر جا رو انتخاب کنم، در حالی که اون کور یا هسته اصلی و اساسی شخصیتی من به مقدار زیادی قرار ثابت باشه. مهم این است که شما در چه جور خانواده‌ای متولد شدید، رابطه پدر و مادر مهمه، چگونه پدر و مادری داشتید، بسیار مهمه که تو این خانواده چند تا بچه بودید، شما اگر یه بچه هستید تو این خانواده بسیار متفاوتی، در حالی که اگر همین شما بودید ولی چهار تا خواهر برادر داشتید، بسیار مهمه که فرزند اولی یا فرزند دومی، فرزند آخری، بسیار مهمه که تو خانه شما اگر دختری چهار تا پسر اونجا هستن یا اگر پسری چهار تا دختر هستن، بسیار مهمه که فاصله سنی شما چقدر هست، بسیار مهمه که پدر و مادر به ماجرای پسری و دختری و پسر بزرگ و دختر کوچک چگونه نگاه می کردن، چه مزایای قائل بودن، چه مسئولیت های رو به عهده شما می ذاشتن، اینا شما رو می سازه. و علت این که ذره تأکید می کنم به خاطر این که شناخت این موضوع کمکتون می کنه که در بسیاری از موارد متوجه باشید درست مثل آدمی که خیلی چاقه یا خیلی لاغره، احتمالاً تو انتخاب غذا، تو انتخاب ورزش، حتی به خاطر کوچک و بزرگ بودنش تو انتخاب لباس عمل کنه. شما اگر بچه اول باشی
این پدر و مادر بودن که شما رو بار آوردن تا بعد از 3 سال که مثلا خواهر برادرتون متولد شده، در حالی که شما اگر بچه دوم باشید همین که خودتون رو بشناسید که از حدود 4 ماهگی یا دوربرتون رو بشناسید، اون خواهر و برادر بزرگتره که نقش بیشتر رو حتی از پدر و مادر تو تربیت شما داره. برای این بچه اول در 2-3 سال اول پدر و مادر تربیت میکنن، بچه دوم رو در 2-3 سال اول حتی تا 10 سال بعد این خواهر و برادرها هستن که تربیت میکنن و به همجاست که حتما متفاوتن. برای اگر شما جای بچه اول با دوم عوض کنید 70-80% شما با یه موجود دیگری روبرو هستید. علت این تاکیدم این هست که مهمه که بدونید کجایید و بعدا تو ازدواج مهمه بدونید چیکار میکنید. شما اگر بچه اول هستید، کسی هم که باش میرید بیرون بچه اوله، شما باید بدونید آماده اید برای جنگ. You are headed for collision. برای اینکه این نوع نظام ذهنی در حالت عادی زمینه رو برای برخورد فراهم میکنه. در حالی که اگر احتمالاً هر دوتاتون بچه آخرین، 2 تا احتمال وجود داره. یه دفعه هر دوتاتون منتظر بشید یکی دیگه از شما مواظبت و مراقبت کنه، یا یکیتون پدر و مادر دیگری بشید. به خاطر اینکه این نقش رو به خاطر بچه آخر میتونید انتخاب کنید. و ضمناً اگر بچه اولی با بچه آخر، احتمالاً هم انتخابتون هم نوع زندگیتون تا آخر عمرتون به صورت یک کسی که بزرگتره و یک کسی کوچکتره باقی میمونه و در نتیجه تمام روابطتون متفاوت خواهد بود. بنابراین این که در چگونه خانواده‌ای بودی، روابط چه بوده، پدر و مادر با شما چگونه برخورد و برداشتی داشتن، نقش بسیار مهمی توی ساختن شما یا اهمیت بسیار زیادی در فرم شخصیت شما داره و این چیزیست که باید دونستش و برخی از اوقات باید تعدیلش کرد. درست مثل یه آدم چاقی که باید لاغر بشه یا آدم لاغری که باید چاق بشه. من وقتی فرزند اولم باید بدونم میل من به اداره کردن، به کنترل، به مسئولیت، به نوعی رهبری، به نوعی مواظبت و مراقبت بزرگ سالان از دیگران وجود داره. پس بنابراین با دونستن این که این گرایش ها در منه، هر جا که میرم 10%، 20%، 40% این تمایل رو در خودم پایین بیارم، کمتر کنم، به خودم هشدار بدم که بشین عقب، اختیار رو به دیگری بده، فرصت رو به دیگری بده، تا اینکه احتمالاً درست برعکس فکر بکنم این چون منم و چنین کردم پس باید همچنان به یه چنین وضع حالی که در گذشته بوده ادامه بدم. بنابراین بسیار مهمه که شما در این وضعیت کجا قرار گرفتید. بریم سراغ این که من و شما اگر من جوان بودم چه می‌کردم، یا شمایی که جوان هستید چه می‌کنید، یا دوستانی که به هر حال از 39 گذشتن چگونه میتونن به خودشون نگاه کنن. اولین موضوع این است که من باید مسئله اعتماد به نفس خودم رو به صورت اعتماد به نفس مثبت در بیارم، یعنی positive self confidence رو داشته باشم. اعتماد به نفس یا self confidence همونطور که میدونید معناش این است که یک باور و اعتقاد عمیق و سنگین است تو وجود من، و به همین جهت است که چون یک باور و اعتقاده همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس داره. همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه دی اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم، من میدونم و میتونم. و یه دی اعتماد به نفس منفی دارن و میگن من نه میدونم و نه میتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. برمیگرده به 14 ماه اول زندگی بیش از هر دوران دیگری، موضوع بسیار مهمی است که تو زندگی شما رو موفق یا ناموفق، برنده یا بازنده، حتی خوشبخت یا بدبخت میکنه. و مسئله سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس مثبت اهمیت داره و باید روش کار کرد. و اگرم نگاه کنید ته وجودتون یه جوری نشسته و در مجموع درباره مطالب مهم من چه نظری دارم که میدونم و میتونم، یا نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این رو باید درستش کرد و به راحتی هم میشه درستش کرد. یعنی خوشبختانه حرکت از اعتماد به نفس منفی به اعتماد به نفس مثبت بسیار کار ساده ایه و با کمی کار، با کمی توجه، با کمی تمرین و مخصوصا با در آمدن از آرزوها که بعدن بهش میرسن و رفتن سراغ هدفها و بعدن با قدمهای درستی برای رسیدن به هدفها برداشتن، من به تدریج اعتماد به نفس منفی خودم رو میتونم به اعتماد به نفس مثبت تبدیل کنم. و البته اعتماد به نفس مثبت بسیار متفاوته با خوشخیالی و خوشباوری و خلو مشنگ بودن و تو هوا بودن که همه کار شدنیست و هرچی بخوایی میتونی، که بعدن بهش اشاره خواهم کرد. یکی از خطرناک‌ترین حرفا این جمله است که من میگم خواستن توانستن، برای اینکه خواستن توانستن نیست،
خواستن فقط وقتی توانستنه که من حاضر باشم اون شرایط رو بیافرینم. خواستن آفریدنه، خواستنی توانستن میشه که آفریده بشه. معناش هم اینه که من اگر تصمیم گرفتم از اینجا برم سندیگو، تمام قواعد و اصول رو باید رعایت کنم تا بتونم از لس آنجلس برم سندیگو. هیچ کدامش رو نمیتونم از مد نظرم یا در عملم دور کنم و به اونجا برسم. معنای این حرف این است که باید بعد از خواستن همه کارها رو کرد تا رسید. علت این همه تأکید من این است که روزی که شما بگید خواستن توانستنه، یه توهمی پیدا میکنید که بسیار خوب، من میتونم فعلا صبر کنم، بعدا هر وقت خواستم میتونم. تمنا میکنم بعضاً توجه کنید، من هنوز یک آدم معتاد ندیدم که این باور رو نداشته باشه. همه آدمای معتاد دو تا مشخصه دارن، یکی خجالتی هن و دوم این که باورشون این است که خواستن توانستنه. و به همین جاست که میگه من 40 سال مشروب میخورم، 40 سال مواد مخدر مصرف میکنم، اگر یه روزی خواستم میتونم بذارم کنار. و به همین جاست که معتاد مونده. در حالی که اگر یه آدمی به این نکته برسه که نه، خواستن توانستن نیست، خواستن آفریدنه و باید تمام راه رو هم از اول تا آخر رفت، پس باید از همین امروز شروع کنی، نه اینکه حالا هر وقت دلم خواست و هوس کردم. وحشتناکتر به نظر من حتی تا مرز گرفتاری و بیماری وقتی است که بگیم خواستن داشتنه. خواستن داشتنه، تو بخوای خواهی داشت. یعنی بنده اگر نشستم تو خونم و 10 سال فکر کردم که بالاخره من اسپانیش یاد میگیرم یا احتمالاً فیزیک یاد میگیرم، یه دفعه بعد از 10 سال میبینم دارم به زبان اسپانیولی صحبت میکنم و همینجوری دانش فیزیک من داره میزنه بیرون. این همون پرت و پلا و فریب و دروغ و حقه بازی است که تو اون فیلم لاف اترکشن یا تو اون فیلم سیکرته و مردم ساده بیچاره ای رو با بازی و سیاه بازی به جایی میبرن که خواستن داشتنه. یک کسی تو یونیورس اونجا نشسته و منتظره ببینه شما چه درخواستی میکنید. اگر احتمالا شما درخواست کردید که ما لس آنجلسیا دلمون میخواد برف داشته باشیم، بنابراین یونیورس همه چیز رو عوض میکنه و اینجا برف میاره. و اگر اسکیموها اونجا گرفتن نشستند و گفتن آقا دیگه برف نمیخواین، همه با هم نمیخواین، بلافاصله قطب شمال از برف خالی میشه و ما میریم اونجا در آفتاب قطب شمال اونجا کنگر میخوریم و لنگر میندازیم. فکر نکنید مسئله غیر از اینا، دقیقاً مسئله اینه. اصلا داستانی نمیدونم باید باور کنی و احساس بکنی و اینا رو بذارید که اونا تمامش در حقیقت یه سیاه بازی برای رد کردن پیام غلط و بیمارگونه ایست که پشتش گذاشته شده. بنابراین دلم میخواد توجهتون رو به این نکته جلب کنم که مسئله اعتماد به نفس یعنی یه باور واقع بینانه به این است که من از عهده انجام کارها برمیام، اگر همه اصول و قواعدی رو که باید در این زمینه رعایت کنم رعایت کنم، زیرا طبیعت آنچنان بر اساس قانون کار میکنه که به اندازه سر موی نمیشه قاعده رو شکست و نتیجه دیگری ازش گرفت. من نمیتونم فریوی 5 رو بگیرم به سمت جنوب برم از لس آنجلس و انتظار داشته باشم که سر از سان فرانسیسکو در بیام، من سر از سان دیگو در خواهم برد. علتش این است که تکلیف این ماجرا روشن و قطعی است، مگر اینکه من حاضر باشم دور کره زمین یه دور احتمالاً به گونه‌ای بچرخم. دومین مسئله که شما باید روش کار بکنید که گرفتاری همه ماست، مسئله حرمت نفس یا سلف استیمه. سلف استیم چند تا معنا داره که مهم هست بهش توجه کنیم. اولین معنای سلف استیم این است که من منم و تو تو، یعنی با خودش لغت من رو داره، نفس رو داره، حرمت من، حرمت نفس من، خود من. بنابراین مال جامعه و فرهنگی نیست که من و توی نداریم و فکرشون این است که یا ماییم یا باقیم، این که دیگرانم، بلکه مفهوم اول حرمت نفس این است که من منم و تو تو و پای این منم منم و تو تو میستم. همونطور که پوست من من رو و بدن من رو از بدن شما جدا میکنه، آنچه که در درون پوست من از آن منه و آنچه که در درون پوست شماست از آن شماست، معنای حرمت نفس در مفهوم اولیه و اساسیش داشتن پوست روانی، psychological skin، یعنی تو توی و من من. بنابراین اگر شما ناراحتید من ناراحت نمیشم، من اون زمانی ناراحت بشم که اجازه به خودم بدم ناراحت بشم. در حالی که وقتی شما این پوست رو ندارید و همه تو هم گره خوردن، ناراحتی شما ناراحتی منه. ما اگر توی خانه هستیم که 7 نفریم و هر روز هفته یکمون ناراحتیم، تو 7 روز هفته هر هفته اون ناراحتیم.
و دل اونم بهش خوش میتونه باشه و بهش هم معمولا افتخار میکنیم که هیچ افتخاری نداره، ولی که ما قراره دوا و دکتر هم دیگه باشیم، ما قرار نیست همدرد هم باشیم، ما از طریق همدردی به هیچ جا نمیرسیم، ما فقط از پا در میه. شما ناراحتید من ناراحت بشم، بلکه یکی دیگه پسر من به خاطر من ناراحت بشه، برادرش به خاطر اون ناراحت بشه، دوستش به خاطر اون ناراحت، ناراحتی شما ادامه پیدا میکنه به همه بشریه. در حالی که ما درست برعکس، وقتی کسی دردی داره ما قرار دوا و دکترش باشیم اگر میتونیم، اگر نمیریم دنبال کار زندگیمون، دلیل نداره حتی اونجا بمونیم و منتظر باشیم. پس بنابراین مفهوم اول حرمت رفت رسیدن به اینجاست. اینو خدمتتون به این دلیل عرض میکنم که بعدا هم باهاش کار دارم که بیخودی فکر نکنید که شما به عنوان جوان عیب و ایرادی دارید که وقتی برادرتون یا خواهرتون یا پدرتون یا مادرتون ناراحته شما قشه میکنید و از پا در نمیاد تو خونه نمیاد. فکر نکنید بی احساسید، بی عاطفید، ابدا به هیچ وجه. شما اتفاقا آدم با احساسی هستید، شما بعدن خواهم رسید آدم حساس و به هم ریخته ای نیستید، شما عیب و ایراد ندارید. من وقتی که پسرم، من وقتی برادرم ناراحته، من همونطور که بودم، چون برادرم اینجاست، یکی از بچه های منم اینجاست، پسرم فرهام اینجاست، من وقتی اینا ناراحت باشن، چه برادرم که اینجاست چه پسرم، خودشون میدونن. کوشش من این است که بفهممشون و اگر کاری میتونم بکنم کاری بکنم، اگر نمیرم دنبال کارم. من قرار نیست اونجا بمونم، من قرار نیست با این فرض باشم که چون تو ناراحتی من اینجا نیستم ناراحت میمونم. این مشکلی رو برای هیچ کس حل نمیکنه. ما قرار از مرگ هم از درد هم خبر بشیم، یعنی ما قرار از این درد مشترکمون با خبر بشیم و بعد از خبر شدن به عنوان دوا دکتر عمل کنیم، نه به عنوان همدرد. در حالی که در فرهنگ ما اصلا قرار این نیست که من برای شما کاری بکنم، من قرار مثل شما غصه بخورم، بلکه از وقت اینقدر غصه میخورم که شما دلتون برای من میسوزه، میگه نه حالا اینقدر ناراحت نشو، من خود خودم ناراحت نیستم. یعنی دوستتون میاد میگه مثلا بچه من درس نمیخونه، شما میزنید زیر گریه، میگه نه بابا اینقدر بد نیست، حالا داره میخونه. یا مثلا شما میرید میگید شوهرم زنم داره از من جدا میشه، اون میزنه زیر گریه، شما بعد میگید بابا من خوشحالم، من خودم ترتیب این کار غیر مستقیم داده بودم که اون فکر کنه باید جدا بشه. بنابراین علتی که من خدمتتون عرض میکنم، چون بسیاری از اوقات شما جوونا رو متهم میکنن که احساس نداری، عاطفه نداری، اصلا بدون فرض بر اینه که اگر مثلا پدر مادر شما ناراحتن شما باید ناراحت بشید، بشید مثلا مهمونی نرید، الان که مالید اینجا برخزاد برید دیگه، خوش باشید و ظاهرا میخواد یه چیزی یاد بگیرید، ولی میخواد بگیرید هر رکه رفت به الاخه یه هتلی دن دریا اگه میخوان درس بخونن، یه موچه مرگیدید توی زیر زمین درس میخوندید تو هتل و کنار دریا و بالاخره اینقدر شیک و پیک کردی و این همه از دیروز صبح به خودت رسیدی و به دوستت اینو گفتی و رفتی اون لباس خریدی و سه روز رژیم گرفتی و ذره لاغر بشه که این تن بره. و حالا این چه ارتباطی داره به مسئله چیز یاد گرفتن؟ برید خوش باشید، یه روزم میاد میبینید ما مردیم، بعدم داری خاکمون میکنید راحت بشید. خب البته بعدش قصه میخورید، ناراحت میشید که چرا به ما نرسیدید، ولی خب دیر شده. ولی حالا پیشنهاد من این است که شما یعنی چی کارا رو بکنید ما ببینید ناراحت میشیم یا نه. ببینید بازی مثل گیم که تو فرهنگ ماست، به خاطر اینکه سرفستین نیست، همه تو هم فرو رفتیم، یعنی دل شما اونجاست، من دست که مادر شما از ایران یه تلفن میکنه حالا شما اینجا به هم میزنه. چرا؟ برای که دل شما اونجاست، چه فشاری میده، کار شما اینجا تمومه. در حالی که قرار نیست این کارو بکنه، اگر حرفی است، مطلبی است که شما ازش خبر نداشتید، بسیار خوب، حالا که متوجه شدید، مثل کسی که به شما میگه بیماری، حالا باید براش کاری بکنید. ولی قرار نیست که بتونه شما رو اینجا اذیت کنه یا شما او رو اذیت کنید. اصل این است که ما منم و توتوی نداریم. دورانش به سر آمده. یه روزی بوده که آدم‌ها تو هم گره می‌خوردن، یه روزی بوده که این درد مشترک بوده، یه روزی بوده که مثل بیماری که میامده، اگر این میگرفته اونم میگرفته، اگر این میمرده اونم میمرده، مردم تو هم بودن، یه تکه ابر بودن. امروز ما قطره بارانی هستیم که قرار هویت و فردیت خودمون رو پیدا کنیم. بنابراین مسئله اول حرمت نفس این است که منم و تو. دومش رسیدن به این مرحله است که ما با هم برابریم. We are equal. نه تنها با هم برابریم، ما با هم یکسانیم. The same. این موضوع رو باید با تمام وجودتون حس کنید. تو فرهنگ ما نبوده، ما باش بار نمیدیم. زنید و مردید، we are the same. سیاه و سفید، we are the same. بودایی و هندو هستیم، we are the same. ایرانی و امریکایی هستیم، we are the same. برای که 99.9% ما مسئله انسان بودن ماست. تفاوتی نمی کنید که شما لباس مشکی پوشیدید یا قهوه‌ای یا آبی.
مثلا این است که اون بدن یه بدنه. به این مسئله برابر بودن و یکسان بودن باید با تمام وجودتون حس کنید. ما از فرهنگ و جامعه میام مثل همه جوامع و فرهنگ ها که اساسش بر این است که ما با همه متفاوتیم و استثنا. شما یادتون باشه در ایران وقتی تشریف بردید خواستید مثلا کفش بخرید، وقتی میرفتید تو مغازه کفاشی میگفتید چقدر؟ میگفت 100 تومان. میگفتید به من چند میدید؟ میگفت به شما آقا یا خانم 80 تومان. بعد میگفتید نه واقعا به من چند؟ حالا اونم میگفت حالا شما هستید 70 تومان. بعد میرفتید خونه میدید که فقط 20 تومان بوده، 50 تومان هم بهتون انداخته، ولی دلتون خوش بود که ما استثنایی. بعد از که دکتر جردن که خیابون جردن در ایران بهش بشه، میگفت مثلا ایرانی استثناخانه، یعنی ما هر جا بریم استثنایی، یعنی ما اومدیم. خب این نگاه سبب میشه که تصوری داشته باشیم که ما با بقیه برابر یکسان نیستیم. مثلا بگیر من یک کسی هم، بله من با شما متفاوتم ولی متمایز هستی، ولی ممتاز از هم نیستی. من اینجا شما اینجا، ولی یکی بالا یکی پایین نیست. این اون تفاوت هست. برتر نیستی، متفاوتی. بالاتر از این من از شما نه بهترم نه بدتر، نه پایینترم نه بالاتر. تمنا میکنم اینا شعار نیست. اینا رو وقتی آدم با تمام وجودش حس کنه که من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پایینتر، آزاد میشید. میدونید بعد از اون میتونید راحت خودتون باشید و زندگی کنید. در حالی که بسیاری از ما به گونه‌ای بزرگ شدیم که تا به یک کسی دیگه یا به جمعی میرسیم فقط میخوام ببینیم از بقیه بهتریم یا بدتریم، بالاتریم یا پایینتریم، کی از ما شیکتره، کی از ما بلندتره، کی از ما کوتاه‌تره، کی از ما خوشگل‌تره، کی از ما زشت‌تره. تازه وقتی بعضی وقت میرید مثلا میگید که من یعنی چه ایبو ایراد دارم، میگم برو خدا رو شکر کن، برو افریقا ببین مردم چقدر بدبختن. مثلا اینکه مثلا به من چه مربوطه؟ مثلا این چه جور استدلالیه؟ یعنی نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم از این بازی در بیاد. وقتی از این بازی در بیاید متوجه میشید که شما بر اساس یه ملاکایی که درست و غلط و خوب و بده عمل میکنید، اما در مقام مقایسه کار نمیکنید. تو فرهنگی که حرمت نفس نیست همیشه مقایسه است. ببین خواهرت چی کار کرد؟ ببین خواهرت نیست توه، پلوشو خورد، تو نمیکنی. ببین دختر خاله چه پیانویی میزنه؟ ببین آقا اینا 5 سال اومدن خونه خریدن، ما 15 سال اینجایی خونه نداریم، خاک تو سر. یعنی ملاک مقایسه است. مثل اینکه ما اومدیم تو این دنیا مسابقه بدیم. چون آدمی که حرمت نفس نداره دائما به فکر اینه کی بالاتره، کی پایینتره، کی کوچیکتره، کی بزرگتره. اصلا فاجعه است. ما تو ایران یه تحقیق دانشکده علوم اجتماعی مرکز مردم شناسی آنتروپولوژی داشت که به دهاتی رفته بودن که یک نفر نمیدونست تاریخ تولدش کیه، ولی همه میدونستن کی از کی بزرگتره، کی از کی کوچکتره. تو اون مهم بود که آدم بدونه به کی باید سلام کنه، از کی باید منتظر بشه سلام. این مهمه. مهم نیست که تولد تو کیه، خود اصلا میخوای زنده باشه باید مرده. برابری و بالا و پایین بودنت بطره. بنابراین حرمت نفس اونجاست، مواظبش باشید و خودتون اذیت نکنید. بیرون میاد یه دفعه دیگه راحت میشید. راحت میشید یعنی چی؟ یعنی کوشش کنید خودتون باشید، آنچوری که خوب میدونید و درست میدونید، با ملاکایی که بعدم بهش میرسم زیباییه، با ملاکایی که ارزشهای انسانی خودتون سازگار میکنید، تا اینکه تو فرهنگ ما چجوری باید عمل کرد، چجوری باید برخورد کرد، دیگران چی فکر میکنن، دیگران چه قضاوت نظری دارن. و روزی که آدم برسه به اونجایی که من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر پایینتر، آسوده میشه. من بارها عرض کردم، من رو خط رادیو تلویزیون یا برخی از وقت تو کنفرانس ها دوستان حرفایی میزنن که وقتی بهش نگاه میکنم میگم این حرف چقدر احمقانه، چقدر مسخره، چقدر خنده‌دار، چقدر تو خالیه. بعد یه ذره که فکر میکنم نه او مای گاد، خودم 10 سال قبل این عقیده رو داشتم، 20 سال قبل اصلا این عقیده رو ازش دفاع میکردم. مادر من یا پدر من با این عقیده مرد، چطور شد وقت من خوب بودم؟ چطور شد پدر و مادر من خیلی خوب بودن و هستن؟ شمایی که الان این فکر و عقیده رو دارید اشتباه هست. اصلا باید از این بازی دست برداشت، تموم شده. یعنی مفهوم حرمت نفسه چرا اینقدر اصرار دارن؟ برای که هولی مقدس بودن است. معنیش نیست که ما با هم نه بهتریم نه بدتریم نه بالاتریم نه پایینتریم. روزی که شما حرمت نفس دارید دو چیز رو دارید و این دو چیز بسیار مهمه. یکی اینکه خودتون رو خوب میدونید. روزی که خودتون رو خوب دونستید دو تا خاصیت دارید. یکی اینکه کار خوب میکنید، در حالی که آدم روزی که خودش رو بد بدونه کار بد میکنه. یه تصور و توهم غلطی در طول تاریخ تو همه جوامع بوده که اگر ما به کسی بگیم تو بدی، میره کار خوب میکنه. بذار به پسرم گفتیم تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی، درس نمیخونی، تنبلی، این از هر روز صبح میره درس میخونه.
هیچ مطالعه، هیچ دلیل علمی اصلا در این زمینه درست در جهت عکسشه. شما به مجردی که گفتید من خوبم، به دنبال این هستید که ثابت کنید بهترید و کار خوب بکنید، و به مجردی که به خودتون گفتید من بدم، ول میدید که کار بد اتفاق بده. دوم، روزی گفتید من خوبم، میپذیرید دیگرانم خوبم، من خوبم، تو هم خوبی، پس من خوب، تو خوب، رابطه خوب، نتیجهش خوب. در حالی که اگر برگشتم گفتم من بدم، نتیجه میگیرم تو هم بدی، رابطه هم بده، نتیجهش هم بده. برای این مسئله حرمت نفس اولش با خودش این مفهوم میاره که من خوبم، تو هم خوبی، رابطه هم خوبه. اینه که بعدن خواهید دید دور هم میتونیم جمع بشیم. با گفتن این که من بدم، من از پا در میام. بعد که در طول تاریخ که ایفو سر ما کردن که تو اصلا گناهکاری، تو بدی، تو کثیفی، نجسی، تاریخ بشریت 10,000 سال فقط ننگ است و ننگ، شرم است و شرم. دومی مسئله این است که من خواستنی و دوست داشتنیم، خواستنی و دوست داشتنی. روزی که شما و حرمت نفس دارید، من خواستنی و دوست دارم. معنیش نیست که همه شما رو میخوان، حالا برعکس که همه شما رو بخوان، شما چه خاکی میتونید سر خودتون بکنید. ماجرای خواستنی و دوست داشتنی معنیش نیست که همه شما رو دوست دارن. این چیزی در فرهنگ ماست که تو وقتی دوست داشتنی هستی که همه تو رو دوست داشته باشه. What؟ من وقتی دوست داشتنی هستم که یک نفر منو دوست داشته باشه، بلکه اون یه نفر کافیه. ما تو دنیایی هستیم که یه نفر قرار ما رو دوست داشته باشه، 5 تا هم دوست ما باشن. روزی که یک نفر ما رو دوست داره و 5 نفر هم دوست ما هستن، تو 6 میلیارد مردم دنیا کار ما درست. ما احتیاج نداریم همه ما رو دوست داشته باشن. چون روزی که شما کوشش میکنید دیگران شما رو دوست داشته باشن، تقریبا همیشه علتش این است که شما خودتون رو خوب و دوست داشتنی نمیدونید. فقط آدمی میاد وارد محیطی میشه و میخواد یه کاری بکنه که مردم دوستش داشته باشن که خودشو خوب و دوست داشتنی نمیتونه. بذارید همینجا راحت تون کنم. بیش از نیمی از مردم دنیا تنها و تنها و فقط و فقط کوششی که در ارتباطشون با بقیه مردم میکنن این است که به بقیه ثابت کنن من خوبم و دوست داشتنی، و لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشتنی. تمام این کوشش که تو سلام علیک، تو احوالپرسی، تو تعارف، تو دعوت، تو مواظبت، تو مراقبت، هر چی بخواید اسمشو بذارید، و اشکال کار اینه، و اشکال کار اینه که چون من خودم رو خوب نمیدونم، مهم نیست دیگران راجع به من چی فکر میکنن، و چون من خودم رو دوست داشتنی نمیدونم، مهم نیست که شما چه میگید. تازه اگه شما اومدید من گفتید من تو رو دوست دارم، حالا تازه میگم این حقه بازو ببین، این دروغگو رو ببین، یا این خر رو ببین که باور کردی. و به همین جاست که شما باید از 10 تا تست بگذارید تا من قبول کنم شاید شما من کمی خوب یا دوست داشتنی میدید، در حدی که شاید در مقام مقایسه با دیگران، چون من تو ذهنم هست، منو با دیگران ترجیح بدید، و الا هیچ دیگه نیست. بنابراین علت این تأکیدی که خدمتون دارم این است که من شما بدونید وقتی که شما میگید من حرمت نفس و سلف استیم دارم، معناش عبارت از این است که من خودم رو خوب میدونم و دوست داشتنی، و این شما رو آزاد میکنه. یعنی وقتی به این سالن آمدید، هیچ قرار نیست ثابت کنید خوبید و هیچ قرار نیست ثابت کنید دوست داشتنید. شما قراره اینجا خوش بگذرونید و خوب و خوش باشید. چون روزی که شما خواستید به دیگران ثابت کنید من خوبم و دوست داشتنی، شما تمام زندگی خودتون اینجا به هم ریختید. همینجا شما از پا در اومدید. یعنی یه کوششی کردید که برسید به هر آدمی بگید چیکار کنم؟ ملق بزنم، بخندم، گریه کنم، پوسرم بزنم، لباسام در بیارم، مشت بزنم به دیوار، چیکار کنم تا منو دوست داشته باشید؟ در این دست که غالب اوقات مردم شما رو همینجوری به بازی میگیرن. این کارو بکن، اون کارو بکن. چرا این کارو نکردی؟ بعد از اینکه براشون 100 تا کار کردید، با یه کاری که نکردید، خب معلومه اهمیت نمیدید، معلومه دوست نداری، معلومه برات مهم نیستم، معلومه برات بی ارزشه. برخی از اوقات شما 20 سال 20,000 کار برای کسی میکنید، از جمله پدر مادرها برای بچه‌ها. با یک دفعه که شما میگید نه، حرف عبارت از این است که بفرمایید. اینم نتیجه 20 سال دوستی و آشنایی. یعنی بعد از اینکه 20,000 بار گرفتم، یک بار که نگرفتم کار تمومه. دو تا چیز در شما نیست اگر حرمت نفس داشته باشید. یکی اضطراب و نگرانی، انگزایتی. انگزایتی ندارید، فوبیا ندارید، چون ریشه‌اش اونجاست. 90% مسئله سوشال فوبیا است، اضطراب و حراس اجتماعی. روزی که شما حرمت نفس دارید، اضطراب ندارید، ترس ندارید، نگرانی ندارید، دلهوری ندارید. دوم، شرم و خجالت ندارید، تاکسیک شیم. آدم خجالتی نیستید، از خودتون بدتون نمیاد، از خودتون خجالت نمیکشید، از قدتون، از وزنتون، از سنتون، از تحصیلتون، از پدرتون، از مادرتون، از رشته تحصیلیتون، از اتومبیلتون خجالت نمیکشید. من برای چی خجالت بکشم؟
من خودم رو با آنچه رو که دارم پذیرفتم. I accepted. و باشم خوشحالم. برای که این نتیجه چیزیست که من دارم. بنابراین علت این تأکیدم روی حرمت نفس اینه که شما رو به یه جایی میرسونه که بالاخره برای خودتون هم ارزش و اهمیت و اعتبار قائلید. همونطور که برای دیگران اون ولیو رو، اون important بودن رو و اون اعتبار رو قائلید. پس بنابراین من باید برای حرمت نفسم یک کاری بکنم. چون بیش از 80% مردم دنیا حتما مشکل جدی سلف استیم و حرمت نفس دارن. و ما ایرانی ها اگر بیشتر نداشته باشیم حتما کمتر نیست. و شما قرار این مشکل حل کنید. و الا تمام عمرتون به دنبال چیزی میدوید که نیست. یعنی درست مثل آدم تشنه ایست که به دنبال سراب میره، میراج میره و فکر کنه داره نزدیک میشه و بیشتر و بیشتر آب میبینه، در حالی که فقط تشنگیش بیشتر میشه و مطلقا از آب خبری نیست. برای این تأکید من به روی مسئله سلف استیم به این دلیله که شما رو میرسونه به یه چیزی که بزرگترین نعمت جهانه، خود دوستی، سلف لاو. من خودم رو دوست دارم. حالا که خودم رو دوست دارم میتونم دیگران رو دوست داشته باشم. حالا که خودم رو دوست دارم و دیگران رو دوست دارم، زندگی دوست داشتنی میشه. اما روزی که من به سلف لاو نرسم، فقط اون ورش حالت شدید و سنگینش سلف هیت، از خودم متنفرم. حالت خفیفش که معموله خود ناپسندیه، خودم رو نمیپسندم، با خودم راحت و راضی نیستم، از هیچی یا از بیشتر چیزای خودم راضی نیستم. بنابراین من در مقابل مسئله خود دوستی، حال دومی که پیدا میکنم خود ناپسندی. اما خود ناپسندی همطور که میدونید به دو تا شکل خودشو نشون میده. یعنی آدمی که خودشو دوست نداره، self hatred، آدمی که خودشو نمیپذیره، نمیپسنده، دو جور زندگی میکنه. یکی خود ناپسند، حقیر، صغیر، بدبخت، بیچاره، وامونده، خاک تو سر که میگه و عملا هم نشون میده. یعنی شما میبینید حالت ببخشید کلفت و نوکر رو داره، همه رو داره میلیسه، زیر پای همه است، تمام مدت خودشو ناچیز میدونه، خوابش مهم نیست، غذاش مهم نیست، زندگیش مهم نیست، آیندهش مهم نیست، تو مهمی به بهانه‌های مختلف. یا درست برعکس، حالت خودخواهی به خودش میگیره، سلفیش، حالت خودپسندی به خودش میگیره، ایگویستیک، حالت خودشیفتگی به خودش میگیره، نارسیسیستیک، حالت خودبزرگبینی به خودش میگیره، گراندیوز، حالت خودمدار و خودمحور پیدا میکنه، سلف سنتر. شما روزی که یه آدم خودشیفته، یه آدم خودمدار، یه آدم خودمحور، یا آدم خودخواه، یا آدم خودپسند میدونید، باید با تمام وجودتون بدونید که این آدم ته وجودش از خودش متنفره، از شما متنفره، از زندگی متنفره، ولی چاره‌ای نداشته که این چیزی به این همه تلخی و بدی رو که باید یه جوری داشته باشه با یه شکر شیرین روش رو که اسمش خودخواهی و خودپسندی و خودپرستی و خودشیفتگی است داشته باشه و ارائه بده. بنابراین موضوع بسیار مسئله مهمیه و به اینجاست که شما دلم میخواد بدونید مردم رو سه گونه میبینید: خود دوست و خود ناپسند و خود پسند. اما خود پسند همون خود ناپسندیست که رول خود پسند رو بازی میکنه. یعنی درست مانند یه دونه من شما وقتی که آدمی هستیم خودمون دوست داریم، مثل همین هیکل و شکلیست که شما دارید، شما که خودتون دوست دارید، این شمایی. خود ناپسند میشه یه موش، میشه یه سوسک، اون زیرا میدونه، ولی بعضی هاشون نمیتونن اون زیر بدون، میترسن پاشون گذاشته بشه، میرن یه پوست شیر اجاره میکنن، میرن توش، یه بلنگو هم میگیرن مثل من، پشت میستن نره میکشن، حالا شما رو میترسونه. یادم میفته به خانم آقای پلو من آمدن، خانمه از اون زخیمه ها بود که این آقا رو مچاله کرده بود و همینجوری له و لبرده سر جاش تمرگیده بود، نشسته بود، یعنی به طوری که آقای همیشه باید اجازه میگیره حرف میزنه. بالاخره خانمه بعد از جلسه سوم چهارم گفت یکی از مشکلات دیگه ما مشکلات جنسی ماست، همسر من از نظر جنسی ناتوان. و شروع کرد این مقدار چیزایی بر علیه این یا علیه این آقا گفتن. آقا با یه حالتی که هنوز شکل و ریختش نداره گفت آقای دکتر، این منو تبدیل کرده به یه از این سگای کوچولو، از این پاپیا، داشتن نشون میداد، از اینا که دیدی تو خانما میذارن تو جیبشون، بعضیاتو مثلا تو کیفتون میذاری سرش بیرون این بر اونور میبری، حالا دیگه مد شده، یعنی از این سگ ها بکو چلو ها که بیزره بی خطرن ولی خودشون میچرخن. میگم این منو تبدیل کرده به یه همچی چیزی.
بعد شبا که میشه من میگه شیرشو بپر رو تخت. خب من هی جفت میزنم بپرم، ولی میخورم به وسط تخت، تخت من بلنده، تختی بر میگردم میفتم. خب من میگیره با خفت خاری برای اون بالا. خب دیگه من کاری ازم ساخته نیست، دیگه چیزی از من نگذاشته. بنابراین علت این که تأکید میکنم روی این مسئله، دلم میخواد بدونید شما چاره جز خود دوستی ندارید و این کار رو باید در خودتون به وجود برید. لطفاً لطفاً با این همه توضیحاتی که وقتتون رو گرفتم، نگید خود دوستی یعنی خودخواهی، چون تو فرهنگ ما فکر میکنن آدم خود دوست خودخواهی. نه، آدم خود دوست کسیست که چهار تا مشخصه داره: یک، همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه. دو، هیچ کار بدی رو هیچ وقت علیه خودش یا با خودش و برای خودش نمیکنه. سه، هر کاری رو به هزینه و مسئولیت و پذیرفتن پیامد کار خودش انجام میده، یعنی کاست رو، ریسپانسیبیلیتی رو و کانسیکوئنس یا ریزالت رو میپذیره. و چهار، به حریم و حقوق کسی تجاوز نمیکنه. میستر، اینجا حد منه، اونجا زندگی و حد توه. خب شما روزی که با یه همچین آدمی روبرو هستید که مشکلی نخواهید، این خود دوسته، برای همه مفیده، مخصوصا اگر پدر و مادر برای بچه‌هاش، مخصوصا اگر پدر و مادر برای بچه‌هاش، چون روزی که اینجوری نباشه گرفتاری است. پس بنابراین دلم میخواد توجه داشته باشید، من و شما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که مشکل سلف استیم و حرمت نفس خودمون رو حل کنیم، برای اینکه اگر اون حل نشه باش بسیار گرفتار خواهیم بود. حالا اگر شما مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس رو حل نکنید، دو تا خطر دیگه شما رو تهدید می‌کنه. یکی اینکه شما گرفتار احساس گناه و تقصیر بشید، یعنی گیلت، و دائما خودتون یا دیگران شما رو سرزنش کنن، بلیم. این خطری است که برای آدمی که مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس داره پیدا میشه، احساس گناه و احساس تقصیر. یعنی یه جوری شما میشه بکنید مقصر. حتی شما دیدید برخی از وقت مثلا به دوستتون کمک نمی کنید، احساس گناه و تقصیر میکنید. به پدر مادرتون یا به خواهر برادرتون یا به بچهتون نمی رسید، احساس گناه و تقصیر میکنید، چون معمولا با مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس رو میاد و پشتش احساس حقارته، احساس inferiority، یعنی دیگه اینجا من کارم تمامه، یعنی خطری که وجود داره اینجاست. خب اگر شما یه همچین کسی باشید که مشکل سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس و سلف استیم، حرمت نفس، و مسئله گناه و تقصیر رو داشته باشید و مسئله احساس حقارت، متأسفانه وقتی میرسید به جوانی 5-6 تا آدم میشید. یک، تبدیل میشید به آدم گوشه نشین، عزلت طلب، isolated، separated، میری تو لاک خودت.